بینوی گرامی، اخیراً قماندان امنی ولایت بلخ آقای سادات که تقریباً در ولایت بلخ ختم وظیفه شدن، یعنی 3 سال کار کردن و احتمالاً به جای دیگه منصوب شون، طی سخنان مسئولین ولایت بلخ متهم به فساد اداری کردن و گفتن که کسی نیست که جلوه از اینا رو بگیرن. سوال عمده که پیدا میشه است که چرا آقای سادات در 3 سالی که در اینجا قماندان بودن صدای اعتراض خود بلند نکردن، در حالی که تمام امکانات در اختیارشان است و فرد قدرتمند نیز بودن. در یک نگاه میبینه که در بعض موارد تلاش های بسیار زیاده جریان داره که از هر طریقی که ممکن باشه مقامات ولایت بلخ اینا زیر سوال قرار ببرن، کارکردهایشان زیر سوال قرار ببرن و از هون عمر مخشوش بسازن. اما یک چیزی را که همگان میدانیم ایست که امروز کارکردهای ولایت بلخ واقعا برای همگی مشخص است که تفاوت بسیار کلی داره نسبت به تمام ولایت افغانستان. ما منکر از این نمیشیم که فساد اداری وجود داره، اما نه به پیمان فسادی که آقای سادات رو عنوان کردن. شاید آقای سادات در رابطه به حرفایی که زدن اینا مقصد داشته باشن و خواستهایی داشته باشن و در آخرین روزهای خود خواستن که از خود یک چهره جدا از آنچه که هستن بسازن و مردم متوجه حرفایی بسازن که گویا در اینجا فساد است و اینا شخص پاکی هستن و شخصی هستن که میخواین بر علیه فساد مبارزه کنن اما قدر قدرت ندارن. خب نمیشه که کارکردهایی که والی بلخه که در چند سال کردن ما نادیده بگیریم و به حرفای غیر مسئولانه کسانی که روی اغراض و اهداف خاص خود صحبت میکنن او رو ما قبول کنیم. در ارتباط با صحبت های سادات، جنرال حسیب الله قریشی قماندان نظم عامه شمال طی کنفرانس مطبوعاتی حرفهایی گفتن و رد کردن حرفهای سادات که توجه شما را جلب میکنیم. قماندان صاحب، چند پیش قماندان امنی بلخ از موجودیت فساد در دستگاه پلیس نگرانی کرد و حتی حرف زد. یافته شما چه نشانه هایی در پلیس امن و نظم عمومی که مسئولیت 9 ولایت داره فساد وجود دارد؟ یک شوخی کنم، میگه که دزدم میگه از برای خدا و صاحب خانم میگه از برای خدا. بر ترتیبش ما به جناب جناسب سادات یک ریش سفید پلیس است احترام داریم. الحمدلله ما گفتم میتونم که در پلیس حمل و نظم عمومی چون ما نه پاسپورت داریم نه جنایی داریم و نه کمربندا داریم و نه ترافیک داریم و دیگه بخشام نداریم، فقط نه گمرک داریم. قطعات ما الحمدلله قطعات ماربعی است، هم دست ما پاک است و هم قلب ما پاک است. فقط پرسنل مورو ماشه که میگیره سینه خود سپر میکنه، او شیری مادر برش حلال است. الحمدلله ما براتون چلنج میتونم که 1 روپه و 1 دینار و 1 اتانی در پلیس امن و نظم عمومی هیچ نوع مشکلی وجود نداره. و در مورد جناسب سادات، ای کاش جناسب سادات وقتی که تقرر حاصل کرده بود بعد از 2 ماهش یا 3 ماه گذشته یا 6 ماه گذشته بود این حرف یاد میکرد. بعد از 3 سالی که متواتر اینا در ولایت بلخ وظیفه اجرا میکنن و همچنان از آب و هوای ولایت بلخ اینا استفاده میکنن و پلیس جنایی از اینا، پلیس شهرا از اینا، پلیس هوازاد از اینا، پلیس گمرکات از اینا و در هر جایی که جایای منبع عایداتی است مسئولی کشف اقتصادی قماندانی امنیه اونجا حضور داره. اگر سادات صاحب در اون زمان که تقریبا 3 سال پیل تقرار حاصل کرده بود بعد از 1 ماه 2 ماهش ایگه پیاد میکرد، ما تصدیق میکردیم که واقعا در بلخ فساد وجود داره. وقتی که حالی که تقریبا وظیفهش رو به ختم است، خودش به این معنا میده که خودش
متاسفانه امی کفایت و امی درایت کاری نداره که پرسنلش کنترل بکنه و متاسفانه مشکلات به حوجی است که خودش میگیره و میگه گیریه من صادقانه است. ای را برتان ما واضح میسازم، آیا فساد جورنالست ها میکنه؟ آیا فساد مسئولین میکنه؟ آیا فساد دکاندارای بیچاره میکنه؟ من ای را به شدت رد میکنم. ولایت بلخ یکی از همترین ولایت است، وضع اقتصاد مردم خوب است و ای را که ما اگر ما با مردم ولایت بلخ خدای نخواسته در این مورد توهین شده و همچنان اگر ما نمک بخوریم و با نمکدان خیانت کنیم، این جفای بزرگ است به حق مردم افغانستان. به خاطر که سادات صاحب مردم ولایت بلخ، چون مردم ولایت بلخ فساد نمیکنه، اگر فساد میکرد، اگر محکمه شود باید اول سادات صاحب محکمه شود. چرا 3 سال پیش نمیگه پیاد نکرد؟ چرا وقتی که تقرر حاصل کرد دیگه پیاد نکرد؟ توهین کردن یک توده از مردم بزرگ این کار خوبی نیست. باید سادات صاحب از مردم